22 روز تیر ماه برابر با 13 ژوئیه، سال 226 خورشیدی برابر با 847 میلادی، در گذشت ابو جعفر محمد ابن موسای خارزمی، دانشمند، ریاضیدان و ستاره شناس ایرانی. ابو جعفر محمد ابن موسای خارزمی که در دوره عباسیان میزیست، در خارز و یا همان ازبکستان کنونی دیده به جهان گشود و به دلیل تلاش در علم ریاضیات به ویژه در رشته جبر به عنوان پدر جبر معروف شد. بیشترین چیره دستی خارزمی در حل معادله های خطی و درجه دوم بوده است که کتاب جمع و تفریق با عددهای هندی او به لاتین ترجمه شده و باعث شد تا دستگاه عددی در اروپا از عدد نویسی رومی به عدد نویسی هندی عربی تغییر یابد، چیزی که هنوز نیز در اروپا و دیگر نقاط جهان فراگیر است. واژه جبر را اروپاییان به طور کلی از کتاب خارزمی و اصطلاح امروزی الگوریتم را از نام خارزمی گرفتند. سال 1288 خورشیدی برابر با 1909 میلادی، شکست سپاه محمد علی شاه به فرماندهی کلونل لیاخوف از مشروط طلبان، در پی اعمال محمد علی شاه قاجار در راستای سرکوب آزادی خواهان، تعدادی از مشروط طلبان به فکر فتح تهران و سرنگونی شاه افتادند، از این رو به سمت پایتخت به راه افتادند و وارد شهر شدند. پس از آنکه نیروهای محمد علی شاه در نبردهای مختلف از قوای مشروط شکست خوردند، سرانجام درگیری نهایی در تهران روی داد و مشروط طلبان به راحتی تهران را تسخیر کردند. با ورود مشروط طلبان و آزادی خواهان به تهران، محمد علی شاه قاجار که خود را در برابر آنان ناتوان دید، به سفارت روسیه پناهنده گردید. پس از آن لیاخوف روسی، فرمانده قزاقان، نیز خود را به سپهدار اعظم فاتح تهران تسلیم کرد و شمشیر خود را از کمر باز کرده به عنوان تسلیم در مقابل وی بر زمین نهاد. ساعت 4 بعد از ظهر همان روز، جلسه‌ای متشکل از 500 تن از نمایندگان مجلس، بزرگان پایتخت و آزادی خواهان معروف در بهارستان برپا شد. این مجلس محمد علی شاه را که به سفارت روس پناه برده بود، از سلطنت عزل و پسر 12 ساله او احمد میرزا ولیعهد را به سمت شاهنشاهی ایران اعلام نمود. سال 1391 خورشیدی برابر با 2012 میلادی، در گذشت حمید سمندریان، کارگردان و استاد پیشکسوت تئاتر ایران. حمید سمندریان که در تهران متولد شده بود، فعالیت تئاتریش را حین تحصیل در دوره متوسطه آغاز نمود و در کلاس‌های تئاتر و هنرپیشگی حسین خیرخواه، شبابیز و نصرت کریمی که زیر نظر عبدالحسین نوشین اداره می‌شد، به فراگیری این هنر پرداخت. سمندریان طی 6 سال به صورت آکادمیک تحت آموزش ادوارد مارکس که یکی از استادان برجسته تئاتر بود، اصول و مبانی کارگردانی و بازیگری را آموخت و همزمان در آلمان به صورت حرفه‌ای مشغول به کار شد.